شادی امین پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ صحبت میکنیم که از لندن همراه ما هستند. پیش از هر چیزی خانم شمس عذرخواهی میکنم، خانم امین جزئیات بیشتر این بیانیه را اگر ممکنه برای ما بفرمایید. خیلی ممنون از شما و همینطور در واقع توجهتون به این بیانیه. من دارم میخواد اول بگم که این بیانیه جای تبریک داره به جامعه LGBT در ایران که تمام این سالها مقاومت کردن با درایت و با صبر، دائم در مورد گرایش جنسی خودشون، هویت جنسیتشون توضیح دادن به اطرافیانشون، در شبکه‌های اجتماعی حرف زدن، ازش فضای ایجاد کردن که جامعه در واقع مجبور به این میشه که عکس العمل نشون بده، احساس تعهد و مسئولیت بکنه. و این بیانیه اجازه بدین بگم که به لحاظ تاریخی به نظر من قدم بسیار مهمی است و آغازی است برای اینکه سد دفاع علنی جمعی و بسیار بسیار قاطع از حقوق جامعه LGBT شکسته بشه. 500 نفر از شخصیت‌های حقوق بشری، دانشگاهی، هنرمندان و فعالین عرصه‌های گوناگون، کارگری، زنان به این بیانیه در واقع پیوستن. بیش از 35 نهاد حقوق بشری این رو امضا کردن و در اونجا چیزی که به نظر من اهمیت ویژه داره و متفاوتش میکنه با بسیاری از بیانیه‌های تاکنونی در این رابطه یا موارد دیگه، مسئله مسئولیت فردی هست. در این بیانیه نه تنها به نقض حقوق جامعه LGBT و به ویژه جرم انگاری رابطه همجنسگرایانه اعتراض میشه، نه تنها لغو این قوانین ارتجاعی رو خواهان میشه، بلکه تضمین حقوق بشر جامعه LGBT رو میخواد و عنوان میکنه که سکوت ما در مقابل این فجایع به تداوم این روند قطعا کمک کرده. در واقع پذیرش مسئولیت میکنه، متعهد میشه جلوی این روند بیسته و تاکید میکنه، همونطور که خودتون عنوان کردین خانم صادقی به درستی، تاکید میکنند که دموکراسی در آینده ایران بدون توجه به حقوق تمام به حاشیه رانده شدگان و در این مورد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ممکن نیست. خانم امین، در روزهای گذشته گزارشی منتشر شد از یکی از نهادهای بین‌المللی درباره اینکه چقدر میزان سرکوب‌ها نسبت به جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی در سراسر اروپا افزایش پیدا کرده، در یکی دو سال گذشته از 11% به 14% رسیده. این شرایط در ایران در حاکمیت تحت در حکومت جمهوری اسلامی در واقع مسلماً شرایط سخت‌تری رو برای شهروندان در ایران رقم زده. ببینید، ما با یک روند یک سویه در سطح جهان روبرو نیستیم، یعنی رشد خشونت علیه جامعه LGBT از طرفی، وضع قوانین عقبگرد داده شده در واقع مثل عراق که الان مسئله اعدام همجنسگرایان رو مطرح میکنه، اوگاندا به همین ترتیب، کره جنوبی و یه سری کشورهای دیگه مثل روسیه که حتی تعلق به جنبش LGBT رو و کل این جنبش رو به عنوان خطر برای امنیت ملی، همون خطی که جمهوری اسلامی داره طی سالهای گذشته پیش میبره، میبینیم پیش میره. اما توجه داشته باشین که یک روندی هم هست در کشورهایی که دموکراسی نسبی درشون حاکمه، رأی مردم و نهادهای مدنی در اینجا قوی هستن. در اینجا ما شاهد هستیم که بیشتر به ویژه در حوزه قانونگذاری حقوق این جامعه رعایت میشه، تلاش میشه که به برابری معمول در واقع توجه بکنن در رابطه با بقیه. و متاسفانه در ایران ما شاهد این وضعیت هنوز نیستیم، اما این بیانیه بسیار امیدوارکننده است برای آینده. خیلی متشکرم از شما که همراه ما بودید. شادی امین، پژوهشگر و مدیر شبکه شش رنگ از لندن.